آیا یک چهره نظامی گزینه حکومت ایران در برابر دولت بعدی آمریکاست؟ و حالا که انتخابات گذشته، چرا دونالد ترامپ برای خروج سربازان آمریکایی از افغانستان عجله دارد؟ با صفحه دو آخر هفته همراه باشید. اگر در ایران وزیر خارجه و رئیس جمهوری سرگرم علامت دادن به واشنگتن هستند، قرینه‌هایی وجود دارد که گویا نظامیان خواب‌های دیگری دیدند. بسیاری میگویند برنده شدن جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای ایران معنای غیر از تغییر روش کاخ سفید ندارد. در ادامه برنامه خواهیم دید که ایران چقدر آمادگی روبرو شدن با این تغییر را دارد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یک تصمیم دیگر را اعلام کرده و آن کاهش شمار سربازان آمریکایی از 5000 نفر به 2500 نفر است. آن هم تا تاریخ 15 ژانویه، یعنی 5 روز قبل از مراسم تحلیف رئیس جمهوری بعدی. هنوز جنجال‌های انتخاباتی آمریکا تمام نشده، ولی بسیاری می‌پرسند که دونالد ترامپ چه وضعیتی را در افغانستان برای نفر بعدی باقی می‌گذارد. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با احمد ولی مسعود، رئیس جریان وفاق ملی از کابل، و صبرینا ثاقب، نماینده پیشین مجلس از تورنتوی کانادا. بذارید که سوال اول رو از خانم ثاقب بپرسم. یک ماه قبل گفته میشد خانم ثاقب که اقدامات آقای ترامپ بیشتر هدف انتخاباتی داره. چرا حالا تصمیم گرفته تعداد نیروها رو کم بکنه، در حالی که در روزها، هفته‌ها، شاید ماه پایانی این دولته؟ با سلام خدمت شما و بیننده های عزیز برنامه. من فکر میکنم آقای ترامپ از نخستین روزهایی که ریاست جمهوری آمریکا رو به عهده گرفتن، 4 سال قبل، 5 سال قبل، برنامه خود را اعلان کرده بودن و در مورد افغانستان سیاستشان خروج نیروهایشان از افغانستان رو بنام کدام تغییری دیدن همیشه. تنها موردی که هست خروج عجولانهشان هست که تاثیر منفی در افغانستان و مخصوصا روی پروسه صلح خواهد گذاشت. و باور من برنامه آقای ترامپ و برنامه دولت آمریکا در مجموع خروج نیروهایشان از افغانستان بوده و هست. آقای مسعود، شما چی فکر میکنید؟ دلیل این عجله از طرف آقای ترامپ چه هست؟ تشکر از شما. به نظر خودم فکر میکنم که در زمانی که ما در آستانه انتخابات بودیم و ایالات متحده آمریکا در واقع یک موقفی داشت در قسمت افغانستان، سفیرشان که به اینجا بودن سیاسور افغانستان رو وعده میکردن که انتخابات اولویت داره و یا صلح افغانستان. چندین ماه مبی ترتیب گذشت و دقیقا ما تصمیم گرفته نمیتونستیم. خب میتونستن. من فکر میکنم اصل موضوع جای دیگه بود. گرچه من موافق هستم که در ابتدایی که آقای ترامپ آمد گفت که من سربازان خود از افغانستان میکشم، اما در امتداد را دیدیم که در بین صلح و انتخابات اینا میخواستن که یک انتخاب کنن به اساس منافع خودشان، منافع انتخاباتی خود آقای ترامپ، که کدامش اولویت داره و کدامش میتونه یک تیکت برنده به خود انتخابات آقای ترامپ باشه. و به با اون نسبت وقتی که دیدن که صلح یک مقدار ناوخته رسیده، یک انتخابات افغانستان قربانی انتخابات خود کردن و به اون نسبت یک پروسه ملی در واقع یعنی زایش شد و بالاخره پروسه دوم ملی که مسئله صلح افغانستان است حال در حال شکست خوردن است و به اون نسبت هر دو پروسه ملی افغانستان قربانی کامپین انتخاباتی آقای ترامپ شد. آره که عجولانه اینا میخواین که از افغانستان برند، در واقع غیر مسئولانه است. ببینن آمریکایی‌ها یک بار دیگه در وقت جنگ سرد وقتی که روسا در اینجا بودن و اونا شکست خوردن، بعد از او عجولانه افغانستان فرق گفتن و افغانستان در واقع در خود منطقه زیر ترحم کشورهای منطقه مون و بالاخره افغانستان به یک حالت بسیار بد جنگ و جنجال و نابسامانی و بی‌ثباتی شروع شد. فکر میکنم بعد اون تجربه تلخ دیگر رو میخواهند تکرار کنن با این در واقع عقب نشینی یا رفتن غیر مسئولانه دوباره افغانستان را به جنجالای بیشتر اینا مواجه خواهد کردن. سوال من این بود که آقای مسعود، اشاره کردید که هم پروسه انتخابات در افغانستان و هم صلح قربانی مصالح انتخاباتی در آمریکا شد. حالایی که انتخابات گذشته، دلیل تأکید و عجله آقای ترامپ در این مقطع چیه؟ خب در این مقطع شما میدونید که آقای ترامپ وقتی که تصمیم میگیره بیشتر تصمیم شخصی است. تصمیم ما میبینیم. ما
به اون نسبت امکان داره که مسائل داخلی خودشان باشه. چطور میتونن که اداره جدی امریکا را ضربه بزنن و یا مشکلات زیر سوال ببرن یا در یک مشکلات بعدی را بگذارن؟ اونا مشکلات خودشان هستن. اما آنچه که هست وقت ما میفهمیم چیزی رو بگویم که افغانستان قربانی کامپین و انتخابات آمریکا شد و خصوصا که قربانی کامپین آقای ترامپ شد. حالا که میخوان که جولان براین هم من فکر میکنم بیشتر میخوان یک میراث بگذارن به آقای جو بایدن که اون نتونه که موضوع را کنترل کنن و مشکلاتی را اونا در راستای افغانستان ببینن و بیشتر دیگه مسائل داخلی خورشان است. اما افغانستان در میان قربانی شد. صحیح. خانم ساقب، کاهش تعهدات نظامی در شرایط فعلی به معنای کاهش حمایت از دولت افغانستان، اون هم در روزهایی که این دولت به چنین حمایتی در گفتگوهای صلح نیاز داره تلقی نمیشه؟ به باور من نه، چون نه حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بنابر درخواست و با مشوره دولت افغانستان انجام شده بود متاسفانه، و نه خروجشان تصمیمی هست که دولت افغانستان در او به اصطلاح مشوره صورت گرفته باشه در او مورد با دولت افغانستان، بناهن به او شکلش نمیتونه که تاثیر بگذاره. اما در روحیه و در وضعیت اقتصادی افغانستان قطعا تاثیرات را خواهد گذاشت که ای برای مردم افغانستان محسوس خواهد بود، نه برای دنیا و نه برای آمریکا. اما چیزی را که من میخواستم اشاره بکنم این است که خلاف آن چیزی که تصور میشه که در آمریکا مثلا احزابی که روی کار میآیند، حالا چه حزب دموکرات است چه حزب جمهوری خواست، مخالف حضور نیروهای نظامیشان در افغانستان هستند بیشتر از این بعد از 20 سال جنگ، و این جنگ یک جنگ پرهزینه و منفور میدانند. مردم آمریکا نظرشان متفاوت تر هست از این. مردم آمریکا در یک از سروه هایی که انستیتوت بروکینگز انجام داده بود و در اوایل امسال در ماه جنوری سال 2020 نشر شد، نشان میده که اونها بیشتر حامی حضور یا بودن نیروهای نظامی در افغانستان هستند و حتی دولت آمریکا را مسئول می‌دانند برای اینکه پروسه حکومتداری دموکراتیک در افغانستان تقویت شود، در صورتی که احزاب حاکم این را مسئولیت خودشان نمی‌دانند. بنابراین از این جهت شاید تأثیری نگذاره، ولی قطعا برای طالبان یک روحیه را ایجاد خواهد کرد که موقفشان در پروسه صلح شاید کمی پافشاری بیشتری بکنند، مخالفت‌های بیشتری بکنند، چون به تعقیب تعهداتی که با امریکا انجام دادن یکی از خواستهای طالبان بوده حضور و خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان. آقای مسعود، در هر صورت مشکل به جایی رسیده که خانم ساقب هم اشاره کردن ممکنه طالبان از اون نفع ببرند، باعث روحیه بخشیدن به طالبان بشه. محدود شدن کمک آمریکا در مقایسه با قبل، چه کمک‌های اقتصادی چه کمک‌های نظامی، به دلیل مشکلات در کاخ سفید یا به دلیل مشکلات در ارگ؟ خب دیگه جا شک نیست که اونا می‌خواستن که دیگه مسئولیت خود به افغانستان کمتر بسازن و حضور نظامی خود کمتر بسازن و حتی پشتوانه اقتصادی خود کمتر بسازن. دیگه جا شک نیست، برابر مشکلات خودشان داشتن و دارن. و اما در این حال در داخل افغانستان هم یعنی دولت نتونسته که در مدت این مدت بتونه که واقعا از این امکانات از استفاده به این نکنه، و شما میبینید که حتی جامعه جهانی اعلان کرد که کمک خود به افغانستان کم میکنن و حتی آمریکایی‌ها بار بار مثلا نهار سیگار اعلان کرد که دولت افغانستان نتونسته که با فساد مبارزه کنه و بسیاری امکانات از او هدر رفته. مطمئنم که بیشتر خود ما در هستیم، اما اونا خودشان مشکلات داره، این هر دو طرف هست این موضوع. و اما متاسفانه که مردم افغانستان زیر فشار میان و روحی مردم مطمئنه که ضعیف میشه و تضعیف میشه و یک چیز خوب نیست به افغانستان، اقبال خوبی نداره به افغانستان. خانم ساقب، بایدن با افغانستان چه خواهد کرد؟ البته هنوز کاملا تکلیف انتخابات یکسره نشده، ولی خب او رئیس جمهور منتخبه. آقای بایدن قبلا هم به
به اصطلاح در موقف های بلندی کار کردن و در سیاست های افغانستان نظرشان معلوم است، چه کمپاین های انتخاباتی سال 2019 و چه دورانی که معاون رئیس جمهور اوباما بودن، یعنی کاملا دیدگاهشان در مورد جنگ افغانستان واضح است. اونا علاقمند خروج نیروهای نظامی امریکایی از افغانستان هستند، اما حفظ یک گروه کوچک که بر علیه تروریسم مبارزه کنه و عملیات های ویژه و استخباراتی انجام بده دوست دارن که گروه کوچکی باقی بمانه و بسیار هم علاقمند پروسه دولتداری خوب و حکومتداری خوب و دموکراسی در افغانستان نیستن. یعنی مسئولیت دولت امریکا نمیدانن که برنامه‌ای برای بعد از جنگ داشته باشن برای افغانستان، اما یقینا در پروسه صلح من فکر میکنم به نفع مردم افغانستان، به نفع دموکراسی، به نفع حضور زنان خواهد بود. حضور آقای بایدن به عنوان رئیس جمهور و نظارتشان از این پروسه قطعا از نگاه شفافیت بیشتری به پروسه صلح خواهد آمد و حضور و مشارکت زنان را تقویت خواهند کرد، مذاکرات بیشتری با افغان ها صورت خواهد گرفت. از این جهت من فکر میکنم آقای بایدن حضورشان به عنوان رئیس جمهور آمریکا به نفع پروسه صلح در افغانستان خواهد بود. آقای مسعود، قرائنی وجود داشت که بین زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح و دولت افغانستان مشخصا ارگ اختلافاتی وجود داشت. گفته میشد که ارگ خیلی راضی نیست از شیوه پیشبرد گفتگوهای صلح. انتخاب شدن آقای بایدن به نفع ارگ هست؟ نه خیر، من فکر نکنم. من فکر میکنم که هم آقای ترامپ و آقای بایدن شاید که در قبال افغانستان سیاستشون زیاد تفاوت نداشته باشد و حتی من فکر میکنم که آقای بایدن امکان داره یک مقدار مسئولیت داره قسمی خورشان در مصاحبه قبلا گفتن که حتی با پاکستان واگذار کنن، با خصوص که چطور میتونن که تروریسم در منطقه اونا مهار بسازن. اما در این حال بودن آقای خلیلزاد و رفتنش مطمئنه که در این یک تفاوت میاد. چرا؟ آقای خلیلزاد نه تنها از نقطه نظر یا از نگاه ارگ که متاسفانه مسئولیت به او ترتیب انجام نداره، بلکه باعث یک مقدار زیاد مشکلات به افغانستان هم شده. من فکر میکنم یکی از پیامدهایی که شاید به افغانستان خوب باشه همیست که با آمدن آقای بایدن، چون آقای خلیلزاد مربوط رپابلیکن یا جمهوری خواستن، با آمدن آقای بایدن امکان داره کس دیگه به جای آقای خلیلزاد بیاد تا بتونه که مردم افغانستان به یک چشم ببینن و کارشان طوری باشه که بر اساس منافع ملی آمریکا باشن، نه بر اساس منافع یک مقدار افغانی خود یک نماینده افغانستان. من فکر میکنم امی که یک نماینده که خودش افغان الاصل هستن در مسائل افغانستان نباشه بهتر است نسبت به اینکه باشد. چرا اونا که وقتی داری همین به یک بارگی اونم عادت افغانی نمیگن یک طرف یک جهت، این بار بار در قسمت آقای خلیزا ثابت شده و فکر میکنم یکی از پیامده خوب آمدن آقای بایدن همیست که بتانه که یک نماینده را به افغانستان کنه که تمام مردم افغانستان را به یک چشم ببینه و مسائل به شکل جدیش دنبال کنه تا بتانه که به نتیجه برسیم. خانم ثاقب، شما چی فکر میکنید؟ انتخاب شدن بایدن به موقعیت دولت افغانستان کمک میکنه؟ در مجموع روی سیاست های دولت امریکا تغییر فاحشی نخواهد آمد در مورد افغانستان. همونطورم که پیشتر اشاره کردیم نظر بسیار مشابه و نزدیکی دارن هر دو حزب و هر دو رئیس جمهور که او خروج نیروهاست و به اصطلاح ختم جنگ در افغانستان است. اما یقینا همونطور که پیشتر هم گفتم در پروسه صلح من فکر میکنم تغییرات بهتری رونما خواهد شد. او تغییرات بسیار فاحش نخواهد بود، اما او تغییرات حیاتی است که به مردم افغانستان روحی بهتری در مذاکرات صلح خواهد داد. همین که اقلیت‌ها شریک شوند، زنها حضورشان تقویت شود، دولت افغانستان بیشتر مشوره صورت بگیره همراهش و دخیل باشد در تصمیم گیری هایی که بر ارتباط پروسه سال هست، اینها من فکر میکنم تغییرات بسیار اساسی است که در مجموع روحیه را در افغانستان بالا خواهد برد. هرچند دو سیاست دو تاثیر متفاوت خواهد داشت. خروج نیروهایشان روحیه را تضعیف میکنه، وضعیت اقتصادی افغانستان را ضعیفتر میکنه که اینا خودش میتونه به ناامنی و جنگ دامن بزنه، اما از طرف دیگه ای که پروسه صلح شفافیت بیشتری خواهد پیدا کرد و حضور و مشارکت اقشار مختلف در او فکر میکنم بیشتر تبارز بده. خانم ثاقب، روی پروسه صلح یکی دو بار تاکید کردید. کی متولی صلحه؟ وزیر خارجه، شورای عالی مصالحه ملی، رئیس تیم مذاکره کننده، وزیر دولت در امور صلح؟ تعدد مراجع باعث ناکامی نخواهد بود؟
به نکته جالب اشاره کردین، نه تنها تعدد مراجع بلکه تعدد نظرات از یک دستگاه، از یک دولت، صداهای مختلفی به وجود بیرون می آید و این صداها معمولا هم با هم متناقض هستند و همخوانی ندارند. رئیس جمهور یک چیز میگه، معاونش چیز دیگه میگه، معاون دومش چیز دیگه میگه، بعضی ها موافق هستند، بعضی ها مخالف هستند. متاسفانه یک صدای واحد وجود نداره و نگران این نشان می دهد که نگرانی های در پروسه صلح هست که باید یقینا به او پرداخته شود. در ضمن دولت افغانستان که ادعا داره در پروسه تفاهم صلحی که بین امریکا و طالبان امضا شد دخیل نبوده، اما تمام زندانی ها را به یک بارگی آزاد کرده و کارت های خود بازی کرده و حالا که انتخابات ریاست جمهوری امریکا نتیجهش به اصطلاح آقای بایدن میاد، تقریبا او را انکار میکنه و تقاضا میکنه که به او بازنگری بکنن. یقینا تعدد مراجع و تعدد نظریات مختلف و ضد و نقیضی که از آدرس دولت افغانستان بین گروه های مختلف داخلی وجود داره یک مشکل و یک معضل بزرگ در سر راه پروسه صلح ایجاد میکنه. در کنار از این موقف کشورهای منطقه‌ای هم مسئله بسیار مهم است که باید به او پرداخته شود. هنوز هم کشورهایی هستند که طالبان را تشویق، تحریک و تمویل میکنند. اگر دولت آمریکا در یک برنامه واحد با دولت افغانستان به این موضوع نپردازد، پروسه صلح یقینا پروسه موفقیت آمیز نخواهد بود. همین الان هم نخست وزیر پاکستان در کابل هست. آقای مسعود، بعضی ها حرف از دولت موقت میزدند و همینطور گفته میشد که افرادی مطرح هست و با فعالین سیاسی هم تماس میگیرن. شما در مرکز یک جریان سیاسی قرار دارید که احزاب و تشکل‌های متعددی با اون همراه هستند. چه کسی با شما تماسی گرفته؟ شما با کسی مثلا در دبی ملاقات داشتید؟ ببینید، مسئله دولت موقت به فکر میکنم بیشتر کسایی که ادعا میکنن که باشون تماس گرفته شده، اونا بیشتر خودشون میخواد به خود یک تبلیغات بکنن که ما مهم هستند در این قسمت دولت موقت میه. من فکر میکنم تا تصمیم نهایی به او ترتیب گرفتن شد، بخصوص حالا که رژیم در اداره ایالات متحده امریکا تغییر میکنه، کسی که حامی این پروسه سال بوده و حامی پروسه سال هستن و فعلا شما میبینید دوحه مذاکرات دوحه به شکست مواجه هستن، او دیگه نمیتونه که پیش بره. گرچه امروز گفتن که ما دوباره به توافق رسیدیم، من فکر میکنم که شکست میخوره. من فکر میکنم که بیشتر بگذاریم که یک بار اداره جدید دیگه در اون زمان است که روشن میشه. آنچه که من میدارم هم ایست که نماینده صلح از طرف ایالات متحده امریکا تغییر میکنه. آنچه که من میدارم هم ایست که پیشتر که اشاره کردیم در قسمت خود شورای صلح، که شورای صلح یعنی چند زبان و چند آهنگ هستن، حتی خود شورای مصالح ملی تا هنوز معلوم نیست که واقعا این مستقل است یا مربوط دولت است یا مربوط گروهی است یا وابسته است، تا معلوم نیست. به اساس عمومی خود هویت شورای مساله است که ترکیب هیئت جور میشه، برنامه جور میشه، مسئله میکانیزمش منشور مساله جور میشه، به این ترتیب چه رقمیه، تا هر روز این چیزا در داخل افغانستان قطعا معلوم نیست. میمونه در بیرون افغانستان. بیرون افغانستان کسی که حامی کلان پروسه افغانستان است ایالات متحده آمریکا است که جنجال خود را پاره دارن. من فکر میکنم یک مقدار زیاد همون اکتورهای سیاسی در داخل افغانستان بیشتر خودشان هستن خود تبلیغ میکنن تا بتونن که مهم جلوه کنن و در این پروسه ها شریک شوند. در غیر صورت بله شنیدیم کسای تماس میگیرن. من فکر میکنم که به هیچ کنانش ما تو باور ندارم که واقعا اینطور یک پروسه در جریان باشه. منظورتون این هست که طرحی به اسم دولت موقت در زیر رهبری یک فرد یک پروسه خیالیه و وجود خارجی نداره؟ بوده قبلا، یعنی قبلا بوده، همین سر صداها بوده. منظورم اینست که آل فعلا شما میبینید که به یک باری و این مسئله دولت موقت حکومت موقت آل نبوده، حتی قبل از انتخابات این مسئله بوده و تا هنوز تقریبا بیش از یک سال میشه که این مسئله است، اما تا هنوز به اون ترتیب دقیق نیستن و بخصوص که آل هم اداره ایالات متحده امریکا تغییر میکنه و همه دیگه به ایجه مذاکرات دوحه به شکست مواجه شدن و در داخل افغانستان اکتورهای دیگه هستن که پیدا شدن و اینا صحبت از یک طرح دیگه یک برنامه دیگه میکنن. تا حال مثال کلا بحران جاست. پیشتر که شما سوال کردین که نظرتون که خود شورای عالی مصالحه در واقع و خود دولت افغانستان یا هماهنگ نیستن، در چارچوب نظام هماهنگ نیستن، یک حرف ندارن. کشورهای منطقه و فرامنطقه رو بگذارید که به شدت اینا اون نظرات چه متعدد هستن، فقط با یک فکر کنین که آنان یک چیز شروع شده در مدت چند ماهی گذشته
کوچکترین دستاوردی در قسمت صلح نبوده، کوچکترین، نه تنها که نبوده در قسمت صلح، بلکه خشونت شدت پیدا کرده، جنگ شدت پیدا کرده، مردم افغان قربانی شدن و در این پروسه صلح و در واقع خود این پروسه صلح همین که 6000 زندانی یا جنگجوی طالبان را اینا رها کردن، اینا کجا رفتن؟ بیشتریشون دوباره رفتن به جنگا، بیشتریشون باعث کشتار بیشتر شدن. تمام از اینا در واقع ما برعکس صلح پیشرفته تمام مسائل، نه اینکه واقعا آمده باشه، حال یک کرسی بوده باشه که پار جمع کرده باشن، حکومت موقر پیش روی باشه و تمام مسائل آمده، به اون ترتیب نیستن. خانم ساقب، نیروهای آمریکایی خارج میشن یا تعداد زیادی از اونها دست کم، ممکنه بقیه اعضای ناتو هم خارج بشن؟ ما این طرف اون طرف شنیدیم که بعضی از کشورهای دیگر هم گفتن که ممکنه از آمریکا تبعیت بکنن. در این صورت دولت چقدر ممکنه که دوام بیاره از نظر شما؟ طی سالهای اخیر، حداقل 8 سال اخیر، برنامه اصلی دولت‌هایی که حامی افغانستان بودن و کمک می‌کردن در جامعه جهانی کم کردن حضور نظامیشان بوده و افغانستان این پروژه انتقال قدرت را با موفقیت تایید کرده و مسئولیت اصلی جنگ را در ساحه افغانستان داره. بنابراین از نگاه نیروی جنگی یا حضور نظامی، حضور نیروهای خارجی خیلی هم به اصطلاح مسئله حیاتی نیست برای افغانستان. اگر موضوع آموزش هم مطرح باشه، آموزش های زیادی دیدن، نیروهای افغانستان حالا تخصصی شدن، بهتر میتونن عملیات انجام بدن. اما از نگاه سیاسی و از نگاه اقتصادی، کم شدن یک باره نیروهای خارجی در افغانستان میتونه تاثیرات منفی بالای جنگ افغانستان و بالای صلح افغانستان داشته باشه. بله. اگر این تدریج به صورت، اگر این خروج به صورت تدریجی برنامه‌ریزی میشد و نه یک باره، من فکر میکنم تبعات منفیش کمتر میتونست باشه. آقای مسعود، شما چی فکر میکنید؟ اگر نیروهای خارجی به 2500 تا در میانه ماه ژانویه کاهش پیدا بکنند، نیروهای آمریکایی و نیروهای ناتو هم همینطور تعدادشون کم بشه، دولت افغانستان در موقعیتی است، نیروهای نظامی افغانستان در موقعیتی هستند که همچنان طالبان را مهار کنند؟ ببینید، نیروهای نظامی افغانستان در اون موقعیت هستند که شما میگین، نه تنها که در واقع مردم افغانستان اونا تجربه حکومتداری طالب میدانند و حال در واقع جغرافیا مقاومت به شدت کلان شده، گسترده شده، نه تنها که نیروهای دیروز مقاومت زنده هستند، بلکه نسل جوانشان زنده هستند و اینجا نیروهای مقاومت به شدت گسترش پیدا کرده. زنان افغانستان نیروهای مقاومت هستند، جوانان افغانستان نیروهای مقاومت هستند، جامعه مدنی نیروهای مقاومت هستند، یعنی تمامش در واقع نیروهای مقاومت تشکیل می‌دن. اگر طالبان فکر می‌کنن که با خروج پای آمریکایی اونا تسلیم شدن و مردم افغانستان تسلیم شه، اشتباه میکنن. آقای مسعود، برداشت من اینه که شما به نیروهای مدنی اشاره میکنید، اونها در برابر طالبان مسلح مقاومت خواهند کرد؟ توان این رو دارند؟ من میگم نمیگم اینا، وقتی که این مردم باشه در پلوی نیروهای نظامی، مطمئنه که نیروهای نظامی توانش رو دارن. مشکل در دیگه جا هست، مشکل فقط در رهبری سیاسی هست. واقعا ما یک دولتی داریم که بتونه که امین نیروها رو رهبری بتن، یعنی نیروها اعتماد کنن، آماده باشن و آماده دفاع کشور باشن و به رهبری سیاسی اعتماد داشته باشن. مشکل در اینجا است. من بازم یک بار دیگه تکرار میکنم، اگر ما بتونیم واقعا رهبری سیاسی را، یعنی اجماع رهبری سیاسی بیشتر بسازیم و خود خانه جمهوریت کلانتر بسازیم، ساختمان جمهوریت کلانتر بسازیم و مردم افغانستان اعتماد داشته باشن خود سر رهبری سیاسی و دولت، مطمئنم که طالب هیچ کاری کرده نمیتونه. بدون نیروهای خارجی طالب کاری کرده نمیتونه. مشکل اصلی در اینجا است. قوت‌های نظامی فضل خدا هست، هر روز اینا قربانی میتن و در دفاع کشور سر هستن، مردم افغانستان هستن، جامعه مدنی همگی هستن. فقط امیست که یک رهبری سیاسی که بتانه که نمایندگی اعتماد مردم جلب کنه. بسیار ممنونم از احمد ولی مسعود، رئیس جریان وفاق ملی از کابل با ما، و همینطور صبرینا ساقب، نماینده پیشین مجلس از تورنتوی کانادا. و اما بعد از این که وزیر خارجه در ایران از آمادگی برای مذاکره با دولت جدید آمریکا بر سر بازگشت به برجام صحبت کرد، مقام های سپاه پاسداران بی پرده و بدون تعارف از یک گزینه نظامی برای ریاست جمهوری بعدی ایران دفاع کردند، گویا اینکه
از این دولت دست شسته باشند. قبل از اون هم یک ارگان سپاه پاسداران پیشنهاد کرده بود که پرونده اتمی ایران از وزارت خارجه گرفته شود و به شورای امنیت ملی واگذار شود. رئیس جمهوری منتخب آمریکا روش تیم دونالد ترامپ رو در زمینه ایران نمیپسنده، ولی در حکومت ایران چقدر برای این تغییر و وحدت آمادگی و وحدت نظر وجود داره؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با شهریار آهی، تحلیلگر و فعال سیاسی از استکهلم سوئد، با ما حسن اسدی زیدآبادی، پژوهشگر حقوق بین الملل از تهران، و شهیر شهید سالس، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از کلگری کانادا. سال اول رو اجازه بدید که از آقای شهیر سالس بپرسم. آقای شهیر سالس، شما یک مقاله به زبان انگلیسی نوشتید و در اون گفتید که به نظر نمیاد بایدن یک فرصت تلقی بشه در ایران. چرا چنین نظری دارید؟ من همونجور که توی اون مقاله توضیح دادم، از چند جهت این مشکل هستش که الان بایدن بتونه یک نقش مهمی رو بازی بکنه توی رابطه ایران و آمریکا. اولا ببینین، مسئله تحریم ها خودش یک مانع بزرگی هستش. تحریم هایی که آقای ترامپ روی سیستم بانکی ایران، بانک مرکزی و بخش انرژی ایران گذاشته، اینا رو همه رو مربوط کرده به تروریسم. همونجور که من تو اون مقاله ذکر کردم، خیلی خیلی مشکل از بین بردن اینا با اون طرز فکری که در آمریکا وجود داره، در سیستم حاکمه آمریکا وجود داره. بله. که ایران از تروریسم حمایت میکنه و آقای بایدن باید بتونه این صد از جلو پاش برداره. پس یکی شده که تحریم ها رو مرتبط کرده به تروریسم. بعدیش اگه کوتاه بگید لطفا. بعدیش مسئله اینه که خود آقای بایدن و هم خانم کمالا هریس، اینها از طرفداران پروپا قرص اسرائیل هستن، ارتباطات نزدیکی با اسرائیل داشتن. خود آقای بایدن میگه با نتانیاهو 40 سال رابطه داشته. این خودش یه عاملی هستش که باعث میشه زیاد دستشون باز نباشه، بتونن با ایران اون رابطه‌ای که دارن برقرار بکنن. ضمن این که سوم، ببخشید اینم خیلی مهمه، آقای بایدن خودشون همونجور که در مقاله CNN ماه پیش گفتن، میخوان در مورد حقوق بشر، در مورد موشک‌های بالستیک به ایران فشار بیارن و تحریم‌های هدفمند بذارن. به نظر من اینها عواملیه که مانع میشه اینو به هم نزدیک بشه. آقای بایدن مدتی هم با آقای ظریف کار کرده، اگر با آقای نتانیاهو کار کرده. آقای زیدآبادی، شما چی فکر میکنید؟ آیا بایدن در ایران و در جمهوری اسلامی یک فرصت تلقی خواهد شد؟ با سلام، من فکر میکنم که همین الانش هم فرصتی بوده که فراهم شده و شما اگر لااقل در صحبت‌های رئیس دولت ببینید آقای روحانی، ایشون صحبت از این میکنه تو جلسات هیئت دولت که مکررن این صحبت شده و شاید برجسته ترینش همین بود که گفت مقاومت این مدت مردم ایران به سر رسید و پیروزمندانه به ثمر رسید. خب حالا اما از این که این چقدر واقعیت داره، من فکر میکنم که صحبت‌های آقای ظریف به عنوان وزیر امور خارجه که میدونیم صحبت‌های کلیدی که اگر قرار باشه بخواد بکنه، طبق عرفی که وجود داره و به هر حال ساختاری که در ایران هست، حتما با رهبری هماهنگ میشه. صحبت‌های اخیر ایشون حالا یک مقداری، حتی من میخوام بگم که از چراغ سبز نشون دادن هم بیشتر بود، یک جوری راهنمایی بود برای تیم جدید در آمریکا، و اون هم عبارت از این بود که ایشون گفت حتی آمریکا لازم نیست که ما بخوایم درگیر این بشیم که آمریکا چجوری بخواد به برجام برگرده، چون به حال ایشون این مجوز رو داره که ظاهراً در مورد بازگشت آمریکا به برجام و در چارچوب برجام مذاکره بکنه. ولی آمادگی رو اعلام کرد که ایران اون مقداری از تعهدات خودش رو که کاهش داده در چارچوب برجام رو برمیگرده به نقطه اصلی، در شرایطی که فقط آمریکا یک کاری رو که باید انجام بده، یعنی قانوناً باید انجام بده، اجرای قطعنامه‌ای که متضمن برجام هست رو به عنوان راهکار پیش روی دولت جدید آقای آمریکا گذاشته. آقای آهی، شما چقدر صدای حاکمیت در ایران رو متحد می‌بینید برای اینکه از این فرصتی که پیش اومده از نظر بعضی‌ها استفاده بکنند و مشکل خودشون رو با آمریکا اگر حل نکردند کمتر بکنند؟ به حال آقای روحانی و آقای ظریف
میخوان که آمریکا به برجام برگرده، خودشون به برجام برگردن. بقیده من آقای بایدن هم میخواهد و آقای روحانی، شاید آقای خامنه ای رو قانع کردن که فشارهای اقتصادی جوری است که مجبور هستن این تحریم ها رو بردارن و الا مدت طولانی مشکلات اقتصادی ایران نمیذاره دوام بیاره. اما به این سادگی هم نیست که به توافق برسن. چند دلیلش اینجا گفته شد. مسئله تموم شدن بعضی از محدودیت ها تحت برجام سال 2023 و سال 2025، بنابراین این مثل زمان اوباما نیست. مسئله موشک های بالستیک که خیلی پیشرفت کرده، خود پروژه اتمی ایران خیلی پیشرفت کرده، نه تنها در مورد غنی سازی، ابعاد دیگرش. مسائل منطقه‌ای حادتر شده و حالا مسئله حقوق بشر هم چون یه نیمچه ایدئالیزمی در دستگاه آقای بایدن هست، اون هم مهمه. به هر حال همونطور که گفته شد، آقای بایدن هم آقای اوباما نیست. آقای تونی بلینکن که نزدیکترین مشاور سیاست خارجی ایشون هست، خب پدر خوندرشون وقتی که 9 سالگی مادرشون ازدواج کردن و رفتن پاریس، از اونایی هستن که از کمپای آدمسوزی دخا و آشویتس اومدن، یعنی تعلقات خیلی قوی به اسرائیل دارن. خود خانم کمالا هریس شوهرشون کلیمی هستن. به هر حال این فرق‌ها با آقای اوباما که تنها رئیس جمهور آمریکا بود که پدرش مسلمان بود و پدری که 6 سالگی مادرش او رو برد به خونش در اندونزی، پدر خوندش مسلمان بود، اینا مهم هست. تفاوت‌های زیادی وجود داره. در داخل ایران من فکر نمی‌کنم که اصولگرایان در آستانه این انتخابات بخوان تمام امتیازات رو دستگاه آقای روحانی ببره و جوری بره که میراثش باز دو مرتبه ادامه پیدا بکنه بعد از انتخابات. آقای شهیر سالی سلان، حرف از آمدن نظامیان دوباره بسیار بیپرده گفتن که چه اشکالی داره که یک نظامی بر سر کار باشه، یک سپاهی باشه، و حتی پا رو جلوتر هم گذاشتن گفتن که رئیس جمهوری های سیاسی مثلا در این 40 سال چه کردن. این چینش حاکمیت هست برای واقعیت جدیدی که در آمریکا شکل گرفته؟ به نظر من نه. به نظر من این بیشتر به حالت مثل تهدید و بلوف میمونه، مثل حالت پلیس خوب پلیس بد میمونه. ایران مشکل اقتصادیش عظیمه. شما ببینید ماه پیش گزارشی که از صندوق بین‌المللی پول اومدش بیرون میگه ایران به ذخایر ارزش به 9 میلیارد دلار دسترسی داره. همین گزارش تو ماه اپریل میگه به 85 میلیارد دلار دسترسی داره. وضعیت خوب نیست. سر 1 میلیارد دلار که از صندوق توسعه ملی برداشته شد، بین آقای نمکی و آقای روحانی درگیری پیدا شد. اقتصاد وضعیتش اینطوریه. نه، این صحبت‌ها به نظر من صحبت‌های پلیس خوب پلیس بد، مثل طرح یک فوریتی لغو تحریم‌ها هستش که مجلس این رو تصویب کردش، و اگه شما متنمون رو بخونید می‌بینید که باید یه آدم متخصص هستی اون رو نوشته باشه، که در نتیجه خود دولت در واقع اونو تهیه کرده داده به دست مجلس. اینها میخوان این فشارها رو بیارن، این داستانا و این تهدیدا رو درست بکنن که امریکا یه مقدار توی مذاکراتش ملاحظه بکنه، چون میتونه همیشه آقای ظریف به اینا بگه ببینید جریانات تندرو دارن تو ایران قدرت میگیرن دارن پیش میرن. نه، به نظر من زیاد مسئله جدی نیستش. آقای زیدآبادی، شما کم و بیش خوشبین به نظر میومدید، در حالی که آقای شهید سالی و همینطور آقای آهی اشاره کردن به موارد متعددی از جمله رابطه بسیار نزدیک آقای بایدن و معاونشون با اسرائیل و همینطور مسائل حقوق بشری، و از اینها مهمتر تجربهش با در دوره آقای اوباما. ما میدونیم که در دوره آقای اوباما در آخر دولت آمریکا اون چیزهایی که توقع داشت رو هم به دست نیاورده بود، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اونقدری که تصور میرفت هم انعطاف نشون نداد. بله، من البته در کوتاه مدت اصلا ابراز خوشبینی ندارم نسبت به این قضیه. چند تا نکته رو فکر کنم که لازمه در نظر داشته باشیم. یکی این که به نظر من پرونده هسته‌ای دیگه از نظر ایران و آمریکا با رفتن آقای ترامپ بسته شده است. بنابراین
موضوع هسته‌ای موضوع گفتگو نخواهد بود، یعنی مسائل فنی که قبلا سرش توافق شده. این یک. اما اون چیزی که اهمیت داره، ایران توقعش این بود که یا انتظار داشت که آقای بایدن با روی کار آمدنش بلافاصله به برجام برگرده و در واقع انگار که دکمه آندو رو بزنه و انگار که اصلا آقای ترامپی وجود نداشته. اما ما میدونیم که آقای بایدن در اون چیزی که اعلام کرده در روز اول بلافاصله میخواد انجام بده در این حوزه حقوق بین المللی، میشه گفت فقط بحث این رو کرده که اون مسئله محدودیت سفرها رو بلافاصله برخواهد گردوند و همچنین مسئله بازگشت به پیمان پاریس رو. بنابراین چیزی که ما از این مسئله درک میکنیم اینه که آقای بایدن بدون مذاکره و اتوماتیکوار به برجام بر نخواهد گشت. این چیزیه که ایران رسما در مقابل اون حالا قبلا گفته بود که ما مذاکره جدیدی نخواهیم کرد مگر در مورد برجام. حالا ممکنه سر این یه توافقات بشه. ولی خب آقای زیدآبادی، اگر بر روی همین نکته درنگ بکنیم، الان بعضی از ارگان‌های نزدیک به سپاه حرفشون اینه که پرونده اتمی رو باید دوباره برد زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی. اگر نخوان در مورد برنامه اتمی مذاکره بکنن، چرا چنین حرف‌هایی مطرح میشه؟ نه ببینید، اینکه چه نهادی بخواد این رو اداره بکنه مذاکرات رو، خب قبلا تجربه شورای امنیت بود. اونا احتمالاً اشارهشون به اینه که این تیم اعتدالگرا نخواد انجام بده. ولی در ایران من الان فکر میکنم که این اشتیاق وجود داره برای مذاکره از طرف همه جناح‌ها، اما فرصت الان فرصتی نیست. شما ببینید اگر آقای بایدن ظرف دو ماه آینده که بخواد سر کار بیاد، ما دیگه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم، یعنی همون تجربه اسفند 91 در ایران که طرفین تماس تصمیم گرفتن با وجود مقدماتی که فراهم کرده بودن اجازه بدن انتخابات در ایران برگزار بشه. همین امروز و چند روز گذشته شما دیدید که آقای امیر عبداللهیان که میشه گفت یه جوری وزیر خارجه آقای قالیباف هست، که ظاهرا آقای قالیباف میشه گفت که مورد اجماع این نیروهای سپاهی میتونه باشه، ایشون ابراز نوع آمادگی کرد که ما میتونیم به برجام برگردیم، آمریکا هم به برجام برگرده. حالا با ادبیات خاص خودش فقط گفت که بایدن خیلی حالا چیز امیدوار کننده ای نداره، اما نکته مثبتی بود. از اون طرف دیدیم که علارغم حرفای آقای ظریف، از طرف رهبری هیچ منعی و هیچ تکذیبی از این صحبت ها نشده. من فکر کنم که باید طرفین دوست دارن که الان مذاکره بکنن، نیاز هر دو طرف هست، ولی امکان اون نیست حداقل تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران. اعتدالگراها این اشتیاقی گفتم که آقای ظریف نشون داد و راهنمایی که برای تیم خارج تیم آمریکا نشون داد، شاید حداقلش اینه که به هر حال این ناکامی که در برجام اتفاق افتاد چیزی که کامیابی بود، اولش در دوره خودشون حداقل بتونن بگن که ما تحریم ها رو رفع کردیم و بعد رفتیم از کاخ ریاست جمهوری بیرون، و حداکثریش هم این هست که زمینه ای برای ریاست جمهوری یک فرد معتدل به قول خودشون فراهم بکنن، که متاسفانه این ظاهرا در بین مردم خیلی امکانش نیست و زمینه ای وجود نداره، و به نظر نمیرسه که حاکمیت هم و طرف مقابل هم در سیاست داخلی این اجازه رو به اونها بده و سعی میکنه که زمان رو از در واقع تلف بکنه تا این امتیاز به حساب تیم آقای روحانی نره، و این حالت جشن و سروری هم که عرض کردم آقای روحانی در هیئت دولت امیدواری میده به مردم، برای همینه که میخواد بگه این دیگه الان تموم شده، ما داریم در دولت ما این کارا داره اتفاق میفته. ولی فکر میکنم که خوشبینانه است و در ادامه که ما بخوایم به سمت مذاکرات بریم حتما موانعی همونجوری که گفته شد این موانع پیش خواهد آمد، اما به نظرم این موانع فنی پرونده هسته‌ای نخواهد بود. آقای آهی، گزینه یک رئیس جمهور نظامی چقدر جدی است این موضوع از نظر شما؟ امکانش هست. فکر نمی کنم آقای قالیباف مورد تایید همه نیروها توی سپاه باشن، ولی امکان یک سپاهی جوانتر مثل آقای محمد سعید، بخصوص برای وقتی که میخوان نظام پوست بندازه، اونایی که در فساد، پرونده های فساد، در دعواهای جناحی قبلی نبودن، حالت تکنوکرات تر دارن،
بیان جلو، یه همچین چیزی ممکن هست. ولی ببینید خیلی مسئله انتخابات ریاست جمهوری رو با آقای بایدن مذاکرات اتمی و یا حتی مسائل اقتصادی که مهمتر از اون هست می‌بندن. ولی یه مسئله خیلی مهمتر وجود داره و اونم جانشینیه. در 4 سال یا 8 سال نخست رئیس جمهور آینده به احتمال قوی تکلیف رهبری روشن میشه. همونطوری که انرژی آقای خامنه‌ای به تحلیل میره، یک پارچگی در بالای نظام خیلی مهم خواهد، بخصوص نظامی که پشتیبانی بزرگ مردمی را دست داده، وحدت فرماندهی رو در بالا نیاز داره، مهمترین نیازش هست. این دعوایی که بین فرنگ، من اصولا اصولگرا و اصلاح طلب اینجا اونقدر نمیگم، بین فرنگ رفته ها که اینجوری نیست که ترس عجیب غریبی از دنیای خارج داشته باشن، مثل آقای روحانی، مثل آقای ظریف، و فرنگ نرفته ها که براشون همیشه یه چیزی هست که میخواد ما رو از بین ببره، انقلاب ما رو از بین ببره، اختلاف بزرگی هست و این استخوندهای ضعف رو نمیتونن بگذارن باشه در این انتخابات. اینه که باید یک دستش بکنن و یک دست شدن اینه که رئیس جمهور آینده بسیار بسیار نزدیک به سپاه، حالا سپاهی باشه خودش آخر امری صلاح ده. آقای شهید سالس، تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی بیانیه‌ای دادن، از ضرورت مذاکره بدون قید و شرط با آمریکا حرف زدن. شما میگید که احتمال اینکه مذاکرات در دوره بایدن به جایی برسه نیست. در این صورت فکر میکنید که حاکمیت باید چیکار بکنه؟ آیا همینطور باید ادامه بده؟ خودتون هم اشاره کردید که از جهات زیادی کفگیرشون خورده تا دیگ، شاید همین وضعیت هم قابل ادامه دادن نباشه. نه، من نگفتم به جایی نمیرسه. من منتها گفتم که مشکلات و موانعی از سر راه که باعث نمیشه اونجوری که یه عده فکر میکنن آقای بایدن بیاد سر کار، داستان مثل دوران بعد از 2015 امضای برجام بشه و دوران آشتی، تلاشایی که آقای جان کری میکردش که دنیا با ایران کار بکنه، من اون رو میگم و الا به یه توافق حتما خواهند رسیدش. یه چیزی رو توجه داشته باشه، این تیمی که الان میاد سر کار، و این خیلی مسئله مهمیه که اتفاقا حارث نوشته بودش که بایدن اوباما نیست، یه دلیل عمدهش اینه که اینها درس‌هایی از آقای ترامپ گرفتن. این خیلی مهمه. آقای ترامپ اومد از برجام خارج شد که قرار بود اگر آمریکا از برجام خارج بشه آقای خامنه‌ای اونو آتیش بزنه. ما دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد، حتی ایران از پروتکل الحاقی خارج نشد، ولی خب فعالیت‌های هسته‌ایش رو توسعه داد. ولی از همه مهمتر مسئله پروتکل الحاقی و بازرسی‌های سرزده است. یه مسئله دیگه ترور آقای سلیمانی بودش که هم در زمان جورج بوش مطرح بود، هم در زمان آقای اوباما، و اینا فکر می‌کردن اگر آقای اوباما، اگر آقای سلیمانی ترور بشه، واقعا آسمون به زمین می‌ریزش. این اتفاق نیفتاد و ایران خبر داد ما می‌خوایم زمین‌های خالی پایگاه الاسد رو بزنیم، اونجا رو خالی کنیم و بزنیم. یه مورد دیگه که خیلی مهمه مسئله انفجار نتنز است. برای اولین بار من دیدم که در این طرح مجلس که برای لغو تحریم ها بودش، در یک فوریتی اونجا به صراحت گفته کار آمریکا بوده، حالا کار آمریکا بوده یا اسرائیل، ولی به هر صورت اینا قبول کردن که کار خارجی بوده. ولی باز ما ببینیم که هیچ واکنشی از این نشان نمیده. در نتیجه آقای بایدن و اون تیمی که میاد سر کار به نظر من یه درسای خیلی مهم میگرفته که ایران در شرایطیه که دیگه بدتر از ترور آقای سلیمانی من فکر نمی‌کنم، شاید مرد دوم قدرتمند ایران بودش، فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه، ولی دیدیم که واکنشی هم نشون نداده. اینه که هم موضع قدرت با ایران صحبت خواهند کردش، اما نه، به یه نتیجه میرسن. به نظر من تحریم‌های هسته‌ای به احتمال زیاد برداشته میشه، ولی تحریم‌های دیگه میمونه و دست و پای آقای بایدن و ایران رو هر دو رو میدونه. بسیار خوب. آقای زیدآباد، شما موافقین دست ایران خالی شده در حد زیادی، بسیار در موقعیت ضعیفی هست حتی اگر گفتگوهای شروع بشه؟ من البته با این موافق هستم که تجربه آقای ترامپ، دوره آقای ترامپ بر روی دولت جدید آمریکا مؤثر خواهد بود. البته در مورد ایران هم این تجربه مؤثر خواهد بود. کاری که آقای ترامپ با توافقی که آمریکا قانونا به اون ملتزم بود
این هم برای ایران هم آموزنده بود البته، ولی فکر می‌کنم به هر حال شکست سیاست آقای شکست نسبی البته آقای ترامپ در فشار حداکثری که همه ظواهر نشون میداد که دنبال تغییر رژیم در ایران بودن، فکر میکنم که این هم یک کارتیه در دست ایران که به هر حال اون بازی و اون کار هم انجام شد و اتفاق خاصی نیفتاد، بنابراین دیگه دنبال اون کار هم نباشید. این هم چیزیه که به کار ایران میاد و ایران دوره ترامپ رو دوره صبر و استقامت میدونست، یعنی صبر میکرد که برای یک فرصت بهتری که بتونه کار انجام بده، یعنی اینکه ریاکشنی نداشت نسبت به اتفاقات مهمی که افتاد، در واقع یک جور خیلی نمیشه گفت از جهت کمبود قدرت بود، البته اگر شاید کارهایی میشد نمیدونیم در ادامه چه اتفاقی میافتاد، ولی به هر حال میشد که منظورتون این هست که این صبر حساب شده بود و از خودش خیشتنداری نشان داد. خیشتنداری به این دلیل که بتونه این دوره رو صبر بکنه که بگذره و بعد ببینه که این شانس رو به خودش بده که دولت بعدی آمریکا، و این شانس به هر حال حالا ایجاد شده، اما معمولا نشون دادن دولت مردان ما که از فرصت ها خیلی نمیتونن استفاده کنن. آیا شما موافقید که همین جان به در بردن حاکمیت از زیر فشارهای خرد کننده فشار سیاست فشار حداکثری و تحریم های بسیار کم سابقه، این خودش یک برگی است در دست جمهوری اسلامی؟ خیر، آغاز یک همه مسائل که حل نشده، مسائلی است که در دراز مدت نمیتونه لاینحل بمونه، مثل مسئله اقتصاد، و ایران دوچار این مشکل خواهد بود که اگر آقای اوباما با ایدالیزم خودش فکر میکرد همه اهرماش رو استفاده بکنه برای اینکه مسئله اتمی رو حل بکنه، و آقای ترامپ میگفتش مسئله اتمی مهمترین مسئله نیست، ماجراجویی ایران در منطقه مشکلاتی که برای همپیمانای ما داره به وجود میاره، و الا صرفاً بمب اتمی ما با بمب اتمی پاکستان و هند که مشکلی نداری، و بنابراین فشار رو گذاشت روی اون. آقای بایدن تکیه از این دو خواهد بود، یعنی هم میخواد برجام برگرده مسئله اتمی حل بشه، ولی همه اهرمای خودشو برای اون صرف نخواهد کرد، پافشاری خواهد کرد روی مسئله موشک ها، حقوق بشر، کارهای ایران در منطقه، و اینها مذاکرات رو مشکل خواهد کرد، ایران در تنگنا قرار خواهد گرفت، بخشی از تحریما برداشته خواهد شد، یه قدری مشکل اقتصادی کمتر خواهد شد، ولی نه اونجوری که اقتصاد ایران رونق پیدا بکنه، را بیفته برای اینکه این رژیم بتونه دوام بیاره، برای اینکه نارضایتی مردم به علل اقتصادی ادامه. یعنی آقای آهی شما منظورتون این هست که سیاست دولت جدید آمریکا هم تضعیف رژیم خواهد بود، تضعیف حاکمیت در جمهوری اسلامی خواهد بود، به امید این که حاکمیت فرو بپاشه؟ خیر، من فکر نمی کنم حتی آقای ترامپ واقعا نیتش این بود، نیتشون این بود که ایران یک کشوری باشه که دغدغه اصلیش رفاه، آزادی، زندگی خوب مردم خودش باشه، نه اینی که مسائل خارج از بنادر مدیترانه در سوریه گرفته تا دروازه های هندوستان تا شاخ آفریقا، مشکل اصلی آمریکا با ایران این هست، و مشکلات که برای همپیماناش بخصوص اسرائیل به وجود میاره، برای تا این حل نشه اونجور نخواهد شد که اقتصاد ایران رو نخواهد. آقای شریف سال، شما چی فکر میکنید؟ توسعه طلبی ایران هست که مشکل اصلی آمریکاست؟ یکی از مشکلات مسئله صدور انقلاب. از روز اول هم بوده این مشکل، با همسایگان ایران بوده، با آمریکا بوده، و به قول خودشون توی روابط بین الملل میگن یک حکومت ریویزیونیسته، میخواد به اصطلاح تعادل قدرت رو در منطقه به هم بزنه، و حتی شاید فراتر از اون در دنیا معتقده میخواد به هم بزنه. یکی از مشکلات این هستش. ولی ببینید، مسئله ایران با آمریکا، باز همونجور که تو مقاله شما فرمودید من اشاره کرده بودم، مسئله ایران با آمریکا با موضوع هسته‌ای و این داستان‌ها حل نمیشه. ایران باید بتونه با آمریکا تعامل بکنه، و اگر نکنه
خود آقای بایدن هم دست و بالش بسته است، حتی اگر نیت این رو داشته باشه که بخواد به ایران کمک بکنه، البته از یه دیدگاه کاملا متفاوت. آقای بایدن و کسایی که اطرافشون هستن و من میدونم با در تماس هستن با آدمایی که به اصطلاح دنبال سیاست گذاری هستن، اینها معتقدن باید اینقدر با ایران راه اومد تا اصلاح طلبا بتونن زمینه و فرصتی پیدا بکنن، اونجا دست بالا رو پیدا کنن. همون تزه آقای اوباما تقریبا تو این سیستم هم هستش، ولی به نظر من امکان نداره همچین چیزی عملی بشه تا وقتی که ایران اون سیاست‌های کلی منطقه‌ایش رو تغییر نده و تا وقتی که آخه چطور ممکنه دو تا سیستم میخوان ریشه همو از خاک در بیارن، شب و روز در صدد ضربه زدن به منافع همدیگه هستن، بعد یه دفعه این وسط یه توافقنامه مثل توافقنامه هستی پایدار بمونه؟ امکان نداره. اگر شوروی هم یه همچین توافقایی با آمریکا میزد در چارچوب دتانت بود، در چارچوب تشنج زدایی بود. نمیشه اینطوری با همدیگه دعوا و درگیری داشته باشن یه دفعه یه توافق پایدار امکان نداره. آقای زیدآبادی، خیلی وقتا گفته میشد که میشد رابطه ایران و آمریکا رو حل کرد، ولی دولت پنهان در ایران یا هسته سخت قدرت نمیخواست که به نام مثلا اصلاح طلبان یا به نام طیف معتدل زده بشه. الان با حرف و حدیث هایی که در زمینه اومدن یک رئیس جمهور نظامی هست، ممکنه که نظام یک دست بشه و این نظام یک دست دستش برای معامله با آمریکا بازتر؟ من البته فکر کنم که این بحث رئیس جمهور نظامی نیاز به یک توضیحی داره. البته بله، خب طبیعیه که مسئله گشایش اقتصادی در از ناشی از سیاست خارجی که دم دست‌ترین کاری که میشه کرد برای اقتصاد ایران، یه چیزی که گروه‌های سیاسی و جناح‌های سیاسی در ایران رقابت دارن بر سرش و حتی اینقدر میتونه این باشه که برخلاف منافع ملی هم پیش بره بعضن. این طبیعیه. رئیس جمهور نظامی هم شما ببینید، به هر حال آقای قالیباف هم که بعد از دوره‌ای که دیگه الان تقریبا 10-12 ساله که از کارهای نظامیگری که دیگه بیرون اومده، حالا تیم اعتدالیون و اصلاح طلبان هم به هر حال یه موقعی نظامی بودن، این که نمیشه خیلی روش حساب کرد. این رو به نظرم بعد در سیاست داخلی ایران فهمید، خیلی برای عرصه بین‌المللی معنی نداره. اما در حوزه مذاکره وضعیت ایران، در حوزه مذاکره با آمریکا در فضای بین‌المللی، اگر بخوایم مقایسه بکنیم با سال 99، سال 92 مناسب تر هست. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه شما همین الان میبینید که با لابی که ایران میتونه انجام بده، دولت بریتانیا، دولت چین و روسیه اعلامیه‌ای میدن که جداگانه که از آمریکا میخوان که برگرده و تحریم‌ها رو برداره. خب این مشخصش که خطابش به دولت جدیده. در دوره قبل لازم بود که آقای ظریف وقتی میخواست مذاکرات رو شروع بکنه، باید میرفت اونجا اول در مجمع عمومی سازمان ملل بر اساس روابطی که داشت و شناختی که داشت اینا رو مینشوند، براشون پاورپوینت نشون میداد که حالا جدا از آمریکا که ما اصلا نمیخوایم دنبال هسته‌ای باشیم، ما طرح نو داریم و اینها. ولی الان در موقعیتی هست که از 5+1 به هر حال ایران فقط به آمریکا مسئله داره، اونم آمریکایی که دیگه داره عوض میشه. بقیه توجیه هستن در رابطه با حرفای ایران، البته ممکن نکات ولی جزئی داشته باشن، ولی در کلیتش مسئله ایران متاسفانه الان در داخل هست. یعنی در دوره قبل فضا در بین المللی برای ایران سخت بود برای مذاکره، الان مسئله اینه که فضای بین المللی فراهمتره، فضای داخلی به دلیل نوع عمل کرده اصلاح طلبان و آقای روحانی و ناامیدی مردم اون امکان رو شاید فراهم نمیده. وقتمون خیلی کم آقای آهیف، خیلی کوتاه، شما اشاره کردید که ممکنه فضا رو یک دست بکنید. این فضای یک دست ممکنه که برای حل و فصل شدن مشکلات با آمریکا کمک بکنه به جمهوری اسلامی یا برعکس؟ به این مفهوم که یه نفر اتوریته بیشتر خواهد داشت برای مذاکره، بله، ولی علنهای خیر، برای اینکه یه نظام انقلابیه که از بین میره اگه مرزها باز بشه، اگه ایران تعامل با غرب داشته باشه، اگه این جوان‌ها، این نسل جوان فرهنگ غربی رو میخوان با اون باشن، اون وقت انتقال قدرت میشه از ستون فقرات که انقلابی هست به یه آدمای فرهنگ رفته و مدرن‌تر، و این خطر برای موجودیت نظام. بسیار ممنونم از شهریار آهی، حسن اسدی زیدآبادی و شهیر شهید سالس.
و ممنون از اینکه با برنامه صفحه 2 همراه بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه خواهد بود. شب و روز بر شما خوش.